به راستی معشوق حافظ این شاعر بزرگ ادب فارسی کیه؟ یک دلبر زیباروی زمینی یا نه معشوق آسمانی و الهی؟ پژوهش‌ها در دیوان حافظ هم شعر عارفانه برای معشوق آسمانی هست و هم عاشقانه برای معشوق زمینی. در این قسمت به شرح و تفسیر غزل شماره 26 حافظ می‌پردازیم که در اون یار نیمه شب با حال و احوالی به خلوت حافظ میاد که باعث میشه حافظ توبه‌شو بشکنه. در خلال تفسیر ابیات از اینکه معشوق در این غزل زمینی یا آسمانی هم صحبت می‌کنیم. اگر به این محتوا علاقه دارید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و به نشانه همراهیتون با رادیو مزراچه یه قلب برامون کامنت بذارید. خب برسیم به شب دیدار حافظ و معشوق زیبا. دیوان حافظ شیرازی غزل شماره 26. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. خی کرده یعنی عرق کرده. حافظ تعریف میکنه که معشوق با موی آشفته، لب خندان، چهره عرق کرده در حالی که مست بود با پیرهنی پاره و باز، غزلخوان و پیاله به دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. این بیت با بیت قبلی موقوف المعانی هن. یعنی در واقع این ادامه همون بیت اوله. نرگس عربده‌جو استعاره از چشم معشوق، از جهت زیبایی و خمارآلوده بودن. حافظ میگه با اون حالی که در بیت قبل گفتم و همینطور در حالی که چشمانش از حالت مستی خمار شده بود، با ریش خند، افسوس و دریغ گویان، نصف شب به بالین من اومد و نشست. سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ معشوق با همون حال دهانش رو نزدیک گوش من آورد و با آوازی دلنشین گفت یار قدیمی من، حالا که من با این حال به بالین تو اومدم، اصلاً میتونی بخوابی؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. کافر یعنی منکر. شبگیر هم به وقت سحر میگن، هم به اون چیزی یا کاری که سبب شب زنده داری میشه. حافظ که این وضعیت رو میبینه میگه اگر به یک عاشق باده شبگیر مثل اینی که جانان برای من آورد بدند، منکر عشق اگه باده پرست و میخاره نشه. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. درد تهمونده شراب رو میگن. میگه ای زاهد متعذب، برو به باده نوشان خورده نگیر و طعنه نزن، چون از روز ازل تحفه‌ای به جز این به ما ندادن. یعنی باده نوشی از روز ازل برای ما مقدر شده بود و این با اختیار ما نیست، پس با این تقدیر اصلا جایی برای طعنه زدن شما باقی نمیمونه. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. ما از ابتدا با چیزی که جانان در پیاله ما ریخت مخالفت نکردیم و اونو نوشیدیم. حالا میخواد اون شراب عشق الهی باشه، میخواد شراب انگوری باشه، در هر صورت برای من فرقی نمیکنه که چی بوده. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. در این بیت بالای جام می رو به دهان خندان و گشوده تشبیه کرده. میگه اگر جام باده باشه و نگاری با زلف مجعد، اساس توبه اگه از فولاد هم باشه میشکنه.
و چه بسیار توبه ها که مثل توبه حافظ به این واسطه شکسته شد. از بیت پنجم که میگه برو ای زاهد و به ما طعنه نزن، چون از روز ازل به ما این باده رو دادن. از اینجا مشخص میشه که این غزل یک غزل عارفانه است، چون حافظ داره از شرابی حرف میزنه که از روز الست ازش سرمست شده و میگه ما در بارگاه الهی هر چیزی که خداوند به ما داد رو نوشیدیم. این غزل حقیقتا فوق‌العاده است. همینجا بیت پنجم که میگه برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگی، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. این از نظر معنایی با بیتی از غزل 25 نزدیکه که میگه ما طلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست. شرح و تفسیر این غزل رو میتونید از لینکی که پایین این ویدیو قرار میدم بشنوید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. این قسمت رو با خوانش پیوسته غزل 26 به پایان میبریم. تا غزلی دیگه از دیوان حافظ شیرازی، خدا یار و نگهدارتون. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باد پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست.